ساختمان رادیوی محلی ملت شق در شهر کندهار. تمامی دروازه های این رادیو صبح روز دوشنبه از سوی نیروهای امارت اسلامی مهر و لاک شده اند. کارمندان این رادیو می گویند که با بستن دروازه این رادیو از سوی نیروهای امارت اسلامی فعالیت های رادیو ملت شق متوقف شده است. استخبارات و ریاست کارمندان راغلی و او تر رادیو نشرات کته کړي و یو ګړې مخدي زړه لمه دفتر ته نو دفتر درزه بند و لاک مرسي و درزه نو د بلم کار څخه مخشتنه وکړه مله سکه صدر درته ویل چې موږ دریم کاران استخبارات ولا به ولید موږ دفتر باندې چپا ولید. مسئولان رادیو ملت شق ادعا می کنند که سه کارمندشان از سوی نیروهای امنیتی امارت اسلامی بازداشت شده اند. استخبارات ریاست راغلی کسان او د کندهار استخبارات کسان راغلی دي زموږ ملت ژغ رادیو بنده کړی ده او زما درې کارکوونکي له ځان سره بیولی دي. زموږ د تلویزیون رادیو خبریالې هم بیولی دي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دا خبریال راخوشي سي، د دې تر څنګ نور خبریالان هم د محلي رسنیو بندیان دي، د هغوی د راخوش کېدو غوښتنه کوو. همزمان با این، فعالیت رادیو سانگ ولایت کندهار نیز از سوی نیروهای امارت اسلامی متوقف شده است. څلور رادیوګانو باندې چاپی وهلی دي او د دغه رادیوګانو شاوخوا شپږ کارکوونکي له ځانو سره بیولي دي. د نورو رادیو کارکوونکو ته خبر ورکړی دی چې وخت یې ورته ټاکلی دی چې د استخباراتو ادارې ته تشریف راوړي تر څو پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وسي. نن هم موږ نشرات په همدې خاطر ترتیب کړي وو تر څو یو اساسي پلان ورته جوړ کړو، دې سره هم یو موافقې ته ورسېږو. خو دوی راغلي وو زموږ دفتر ته او نهادهای دفاع از خبرنگاران در ولایت کندهار میگویند که نیروهای امارت اسلامی سه کارمند رادیو ملت شق و یک تن از مسئولان رادیوهای سانگ، زما و تبسم را با خودشان بردند. د اسلامی امارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو سره نرم چلند وکړي او د خبرو اترو له لارې له هغوی سره دې ته ورسیږي چې څه ډول خپرونې وکړي او څه ډول نشرات وکړي. این در حالی است که نیروهای امنیتی کندهار به روز یک شنبه همین هفته در نشستی با مسئولان رسانه های محلی از آنان خواسته است تا از پخش موسیقی در رسانه هایشان خودداری کنند.